بنده سران نام میکنه. چهره رو مشاهده میفرمایی، با ادب، با وجود، جوان مرد، پهلوان، زیرگیر، چه زیرایی میگیره، عاشق زیرگیریاش این به خدا. خیلی قشنگ، خیلی زیبا، خیلی تماشایی زیرگیری میکنه، هم خوب به پا میرسه هم خوب خاک میکنه، یه جورایی به سبک عرضا دبیر زیرگیری میکنه. بم گونده سالان اعلام میکنه جدین کاکس باشگیره سیاه پوست امریکایی، قدرت بدنی بالایی داره این کشتیگیر. مشاهده میفرمایید با گام های مستحکم وارد سالن میشه، یا تو اینکه نبردی که سال گذاشتم همین فینال در اسلو برگزار شد، همین فینال در اسلو برگزار شد که اونجا کامران قاسم پور ما این کشتیگیر رو شکست داد و موفق شد پیروز بشه. جیدن کاکس کشتیگیری که در مسابقات جهانی 2021 نقره گرفت، 2019 در قزاقستان طلا گرفت، در 2018 بوداپست طلا گرفت، 2017 برنز و 2016 ما برنز گرفت این کشتیگیر. و کامران قاسم پور سال گذشته در مسابقات جهانی اسلو طلا گرفت، دوبار امیدهای جان طلا گرفت، قهرمان آسیا شده. حالا ببینیم که چه خواهند کرد. کامران قاسم پور یکی از بهترین زیرگیرهای دنیا با سبک زیرگیری ناب ایرانی در مقابل یک کشتیگیر سیاه پوست که قدرت بدنی بالایی داره، قدرت بدنیش میچربه به کشتیگیر ما. ببینیم چه برزیل اقدام میکنه. دستانی اول مبارزه میزنه زیر کتفان، به خدمتتون عرض کردم چه قدرت بدنی داره، به این شکل میزنه زیر کتفان و تغییر تاکتیک داده نسبت به سال گذشته، با یه تاکتیک دیگه اومده وارد صحنه شده تا اینکه بتونه شرایطو برای پیروزیش مهیا کنه. ببینید که کامران قاسم پور حالا زیر کتفان کامران میزنه، بعد داور وسط دو کشتی رو از هم دیگه جدا میکنه. یه حمله برق‌آسا از کامران، حالا سعی میکنه که کامران با کار کردن دستها زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. قدرت بدنش بالاست، دست کشیده ای داره، دست رو شانه گذاشته تا اینکه نتونه زیرگیریاشو به اجرا بذاره، گارد پایین کاملا گرفته تا اسیر زیرگیری های کشتیگیر ما نشه. اما کامران یکی از بهترین زیرگیرهای دنیا به موقع زیرگیری خودشو به اجرا میذاره، به موقع زیرگیریاشو خواهد گرفت، انجام میده، زیر میگیره و مطمئن باشید که زیرگیری خودشو به اجرا خواهد گذاشت. کاکس حالا کاملا کشتی رو بسته، راه نمیده به کامران قاسم پور. تقاضا اختار برای کشتیگیر ما، تقاضا اختار برای کشتیگیر ما و درست هم کامران بیشتر آقای پشمان درست کار به اون میگه که چگونه دست رو قرار بده تو اینکه بتونی گارد دریف رو ببندی و بعد از اون زیرگیری خودتو به اجرا بذاری. پا رقص پا میکنه، یه رقص تکون میده خودشو، کامران بازم تلاش میکنه تا اینکه بتونه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره، اما نسبت به سال گذشته تغییر تاکتیک داده. روی کشتی کامران کار کردن امریکایی‌ها، آنالیز کردن کشتی کامرانو و تا این لحظه سعی میکنه بازم نزدیک بشه تا اینکه تکون بده، بعد زیرگیری اقدام میکنه، به معنی اینکه زنگ نزدیک میشه زیرگیری کنه، میبینیم که کاکس که زیرگیری میکنه. اختار 30 ثانیه رو میدن به کشتیگیر ما، اختار 30 ثانیه داده میشه. ببینیم که در این 30 ثانیه خب هنوز رو تابلو ثبت نشده، داور وسط با رئیس تشک باید هماهنگی کنه اینجا به سوت خودش بند، بعد اختار 30 ثانیه رو تابلو رو ثبت بشه. در این 30 ثانیه اگر بتونه کامران قاسم پور دلاور جویباری ما از این کشتیگیر امتیاز بگیره، اون اختار با زیر قدم بکنه، زیر زیر خم دو خم درخکن میرسه که خاک کنه، خاک دو امتیاز. شیر مادر نان پدر حلال دلاور، شیر مادر نان پدر حلالت پهلوون، چه زیرگیری، چه درخکنی، هم اختار رو خونسا کرد، یه دو امتیاز گرفت. خدمتتون عرض کردم یکی از بهترین زیرگیرهای دنیا از کامران دلاور، چون برق و باد به پا رسید. یعنی کوین جکسن که خودش قهرمان جهان و المپیک بوده است که ناتوشک کشگیر خودش رو هماهنگی میکنه، یه زیرگیر تکنیکی برق‌آسا. بعد یک بار دیگه کاکس که سعی داره زیرگیری کنه، کامران قاسم پور جای کارو به اون نمیده، میزنه زیر کتفان کامران قاسم پور تا اینکه پای کامران رو از توشک خارج کنه، کامران دور میزنه و جای کارو به اون نمیده. یه زیرگیری ناب ایرانی به اجرا گذاشت و نشون داد که هنر کشتی ایرانی زیرگیری است. باز هم در سرشاخ به دنبال کار کردن دست ها
قدرت بدنش میچربه به کامران. کامران هوش ذکاوتش، زیرگیریاش، تکنیکش، جسارتش، شجاعتش بیشتر از کشتیگیر. بازم حمله میکنه، حملاتش کوبنده هست این کشتیگیر، اما میبینیم که اجده کار به اون نمیده. حالا میره از زیرگیری با یه چرخش صدش کار پای کامران رو توزن خارج کنه، با یه چرخش کار رو خونسا میکنه کامران. 5 ثانیه از وقت اول باقی مونده، به دنبال کار کردن دستا میزنه زیکتمن عارف خودش. 2 ثانیه، 1 ثانیه وقت سیزن استرات فرا میرسه که بعد زیرگیری میکنه. دانی و محمد نخودی مغلوب امریکایی شدیم. حالا باید بتونه این کشتیگیر انشاءالله شکست بده، دل هموطنانمون رو شاد کنه، دل مازندرانی ها، دل جوباری ها که میدونم الان قلبشون برای کامران میتپه. همه پای گیرنده هاشون نشستن، دست شاخ کار میکنه. یکی فینال های حساس، فینال های سرنوشت هاست. ندای ایران، ایران تماشاگران پرشور کشورمون که اکثر از مازندران و جویبار اومدن. کامران قاسمپور پهلوان جویبار رو تشویق میکنن. بازم دستش کار میکنه، چپ و راست قوس میکنه کامران. چه قوسای قشنگی. حالا داور تذکر میده، میگه یه مقدار آرومتر کشتی بگیریم. آقای پژمان درست کار از کنار تو چک نکات لازم به کامران میگه. کامران باهوش، زیرک، زیرگیر و با ادب برای زیرگیری سعی میکنه اقدام کنه. دست شاخ یک بار دیگه باید به پاهای این کشتیگیر برسه، به پا برسه خاک میکنه. یکی از ویژگی های کامران اینه، ولی عبور از دستان این کاکس پرقدرت و نیرومند باور کنید سخت و دشوار هست. بازم کاکس تلاش است برای زیرگیری اقدام میکنه، یک بار دیگه نمیتونه دستان برای زیرگیری میره، برای زیرگیری ببین میرفت اینکه خاک کنه که بازم هیچ کارو نمیده. به دوباره کار کردن دستگاه. آفرین به کامران، روی ضد حمله حریف چگونه خالی کرد و اجازه نداد تو اینکه زیرگیری رو به اجرا بذاره. هر دو حمله کردن، یه زیرگیری از چپ را در دو طرف زیرگیری کرد، اجازه کار نداد کاکس و برای خم مخالف بازم اجازه نداد از ضد حمله حمله کرد که بازم کامران قاسمپور اجازه به او نداد. دو نفر واقعا آماده هستن، قبراق هستن. از نایه بینی ببینید که دچار آسیب دیدگی میشه کاکس. پزشکان باید بیان اون رو مداوا کنن. مسکی نه، کشتیگیر ما آسیب دیده، کشکی رو آسیب دیده، آسیب دیگه جزئی هست از نهی صورت، ابرو و الون کامران. دلاور کشورمون، دلاور جویباریمون، دلاور مازنیمون تا این لحظه واقعا جانانه مبارزه کرده. رقابت با این کاکس واقعا سخت و دشوار هست. هم قدرت بدنی داره، هم جسور و بیباک، هم جنگنده این کاکس. اما تا این لحظه هر چه رفته به صخره مستحکم به نام کامران قاسمپور برخورد کرده و نتونسته نتیجه ای بگیره. برای زیرگیری سعی میکنه اقدام کنه، هیچ کاری به اون نمیده. 1 دقیقه و 25 ثانیه، یک بار دیگه زیرگیری. ببینین چپ نشون داد راست رفت. اما کامران باز هم هیچ کاری به اون نداد. یک لحظه آره انگشتانه میگیره، بعد داور تذکر میده که بله یک اخطار برای کشتیگیر ما و یک امتیاز. ببینیم که حالا آقای واقعا نداره، قاضی میده هنوز که رو تابلو ثبت نشده، نه تصویب نمیشه، رئیس تشک تایید نمیکنه. خوشبخت واقعا نداشت. حالا 2-0 هست، بازم 2-0 در سرشاخ، 2 امتیاز پیش هست. بازم در تلاش هست اینکه بتونه شرط برای زیدی خودش مهیا کنه. بعد اقدام میکنه کامران قاسم پوری، زی کارو نمیده، در برگشت و ضد حمله سعی میکنه زیرگیری کنه. کامران آره میره برای زیرگیری، یه زیرگیری از کامران قاسم پور میده که پای رو به توشک خارج کنه و به همراه کند سعی میکنه کندکشی، دو کشتیگیر از توشک خارج میشن و به دنبال کندکشی هست، ناموفق. پارم حالا خطا میکشه این کشتیگیر. یه لحظه از نهای کمر دچار آسیدگی میشه کشتیگیر ما، مثلا مهمی نیست، مثل شیر بلند میشه کامران. کارو خطا چیز رو کمر، یک بار دیگه قدرت بدنی زیادی هم داره. اکثر کشتیگیرانی که از این کشتیگیر زیرگیری میکنن اونا رو خاک میکنه به خاطر قدرت بدنی بالایی که داره. 35 ثانیه، چقدر ثانیه سخت میگذره. برای توی اقدام میکنه، ایزده کار به اون نمیده. یک بار دیگه کاش سعی میکنه زیرگیری کنه. کامران قاسم بوریزده به اون نمیده، کاملا کشتی رو اداره میکنه. در سرشاخ بازم در تلاشن که بتونه زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره. حالا دست یه دستور از کار میندازه کامران. 17 ثانیه از وقت باقی مونده، 17 ثانیه، یک بار دیگه قوس میکنه کامران، برای زیرگیری اقدام میکنه، در برگشت صدر زیرگیری کنه که منصرف بشه. حالا 9 ثانیه وقت باقی مونده، 7 ثانیه شمارش معکوس میشمارن، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، تمام. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. تبریک میگم
مدال طلای کامران قاسم پور به هموطنان عزیزم، به مازندرانی ها، به جویباریا چه کشتی گرفت. ماندگار ایران، سربلند ایران، عشق ما ایران، دلاوری کرد، بزرگی کرد، کشتی زیبا، جذاب، دیدنی، هنرمندانه، با غیرت، با تعصب کشتی گرفت. آفرین به کامران، دوستت داریم کامران عزیز، چقدر زیبا، چقدر با غیرت این کشتی رو با اخلاقی. حالا میاد و عذرخواهی میکنه از حریفش و دابر وسط پیروزی کامران قاسم پور رو اعلام میکنه. تبریک میگی به هموطن عزیز، صمیمانه تبریک میگی، خدایا شکر. پهلوان عاشق پیروز میدونی، تا پرچم ایران تو دست تو باشه. پیروزی غرورآفرین و کسب مدال طلای مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان توسط کامران قاسم‌پور در وزن 92 کیلوگرم رو به شما ملت شریف ایران تبریک میگیم. مرز تموم عاشقا یه دور سکو به سکو پر غرور. خب تبریک میگم. صبح فردا جان به مانند سال گذشته موفق شد تاکس رو شکست بده، این سری هم به بلگراد بزنیم. اون که مردم خوشحال میشن، مردم کشورمون امت اسلامی خوشحال میشن، الحمدلله الحمدلله. هر کسی ایرانی ان شاء الله لذتشو ببره، بچه‌ها رو دعا بکنن و بدون آمریکا و روس بعد پا بگیریم. مثلا کشتی ما رو به این میشناسن. بله. ما چند سال شما با زیر کتف نمیتونی آمریکایی رو ببری. یعنی حالا کشتی حسن دیروز واقعا کارامون هم خسته نباشید میگم، یادمون نره ما فرنگی چی نداشتیم. پارسال 10 ماه پیش اومد ماشاءالله 4 تا محمد آقای بنا گرفت، فرنگی اومده بالا. ببینید من برای سرمونی آقا برو کامران جان، برو تو بس دیواز فقط یه سلام سلام کرد دم همتون گرم، دم شما گرم. برو عزیزم، برو میبینیمت، برو خدا به همراهت. واقعا امیر محمد رو ما از قبل از مسابقات طلا گذاشته بودیم تو این تیم. امیر حسین زاره اشتباه کرد، اشتباه محض کرد، میتونست طلا بگیره. قصه واسه خودش میخورم حقیقت. چیکار دارن میکنن اینا نامردا؟ دارن کامران رو آماده میکنن آقا برای اینکه بره برای. خب به نظرم اونا رو بگیرید، اون قشنگ‌تره. ببینن بله دوستان یه سلام علیک بکن به مردم مستقیم. آقا باید برن برای سرمونی آقا. برو کامران جان، برو. یه سلام دیواز فقط یه سلام سلام کرد. دم همتون گرم. دم شما گرم. برو عزیزم، برو میبینیمت. برو خدا به همراهت. آقای دکتر یه نکته رو فقط بپرسم. از روز اولی که شما اومدید بحث ساخت و ساز توی کشتی به جای خودش، بحث به اسم مصطفی سعدزاده است، اسم سلام به اسم شهید ابراهیم هادیه، حاج قاسم پودر و مکمل و زادی می... یعنی تو اینا از ما جلو هم. ولی ما هم به شما بگم، ما آمریکایی بله عثمان نورمگمدوف از جمهوری آذربایجان یکی از مدال‌ها رو برده، کشتیگیر گرجستان دیگر مدال رو برده، این کشتیگیر مایسورادزه دو مدال برنز و در نهایت کاکسی که بر روی سکوی دوم قرار می‌گیره.
بله کاکس آمریکایی هم دوم میشد تا لحظات دیگر نام قهرمان خوب و بزرگ کشتی کشورمون کامران قاسم بود. بله نام جاوید ایرانی همیشه برقرار. کامران قاسم‌پور با همکاری کرد کارستان، مدال طلا بر او، کادر فنی، مردم ایران، جامعه ورزش مبارک باد و انشاءالله که باز هم در سال آینده و رقابت المپیک تکرار بشه. بله لحظات حساس کشتی کامران قاسم‌پور عجب زیری، واقعا عجب زیری. اینجا تو مایه درفت کرد، سردش بکن و نهایتا خاک کرد و با همین خاک، با همین زیر موفق شد که اون امتیاز تلویی رو به دست بیاره. دو امتیازی که به دست آورد تا آخرم حفظ کرد کامران و موفق شد که با اداره کردن این کشتی نهایتا در وقت دوم تا انتهای کشتی کاکس رو شکست بده. نفسگیر بود این کشتی و واقعا مخصوصا در این لحظه که سعی داشت کاکس یه لحظه خاک کنه قهرمان ما رو و با انعطاف بدنی و هوش سرشار خودش خاک نشد. جهان باز هم بهتون تبریک میگم، کسب عنوان قهرمانی کامران